بنده با زندیات بهمن کشاورز از اونجایی آشنا شدم که جلساتی برای دانش آموختگان مدرسه دارالفنون تشکیل می شد. طبیعی بود که توجه ها رو جلب بکنن به سمت خودشون. خب فرزند آقای کریمی کشاورز چجوری درس میخونه، چجوری رفاقتش چطوریه، دوستیاش چطوریه. سابقه آشنایی من با استاد البته برمیگرده به قبل از سال 1378 که مقارن بود با قبولی من در دوره کارآموزی. اون زمان هنوز کانون وکلا در ساختمان سعدی بود. من سال 1343 مهر ماه 1343 در حالی که دانشجوی دانشگاه افسری بودم، همزمان دانشگاه حقوق دانشگاه تهران هم قبول شدم. با نگاهش منو هدایت کرد، صندلی خالی که بغل خودش بود نشد. نشستن همانو نه تنها تا سال 1398 بلکه تا الان هنوز هم زیر سایش است و اون کسی نبود جز استاد بهمن کشاورز. رفتم دفترش، دفترش سرات جمهوری بود، اونجا می رفتم. رفتم دو سه روز اونجا رو نظافت کردم، رفتم خونه باباش نظافت کردم. من استاد کشاورز رو از زمان کودکیم به واسطه پدر می شناختم و خدمتشون ارادت داشتم، خدمت خودشون، خانوادهشون، و از سال 87 این توفیق رو داشتم که در خدمتشون باشم در اتحادیه. ما از دور یه تصور از ایشون داشتیم، از اون دوره محاکمات آقای کربوزچی و اینا، ولی وقتی ارتباطمون با ایشون نزدیک شد، هرچی نزدیکتر می شدیم اصلا وجودش جذابتر می شد و صمیمیتمون بیشتر می شد. در حوزه وکالت تنها کسی رو که همیشه ازشون تعریف میکردن به عنوان با اخلاق ترین و سلامت ترین و وکیل مبرز، استاد کشاورز. اولین برخوردی که با ایشون داشتم خوشرو، شیک و خیلی فرد با شخصیت محترمی به نظر میرسید که بعداً به همه این واقعیت ها رسیدیم و بیشتر از این. و بعد یه دیکشنری بود که دیکشنری حقوقی جناب استاد کشاورز بود، چاپ امیر کبیر، و من فکر میکنم اولین بار نام شریف ایشون رو روی اون دیکشنری حقوقی دیدم که مشابهش هم نبود. همیشه به من میگفتن پسر جان، از همه میگفتن، میرفتم کانون، همه میگفتن دو پسر آقای جازی، اونایی که نمیشناختن خدماتی هم گفتم نه استاد خیلی به ما لطف دارن. اون برای من چای می آورد، بنده خدا. من نه، من چای می بردم خجالت می کشید، می گفت بذار من چای بیارم، سینه دستش می گرفت. اینجاش کار می کردم، می دیدم به یه زمان یه نفر سینه دستش اومده، می گید تم می شد تو چای به من می دی، بذار یه دفعه من چای بهت بدم. برای من همیشه حمایتی که استاد از ایده های نو داشت و حمایتی که از کارهای نیک انجام میداد که میتونست منشأ خیر اجتماعی باشه همیشه تاثیرگذار بود. وقتی ما نگاهی داشته باشیم به زندگی و فعالیت‌های ایشون، متوجه میشیم که خب این یه چیز خود به خودی جاری نبوده. یعنی در واقع به طور مشخص ما تو هر مرحله و مقطعی یک برنامه‌ای رو توی اون قضیه میتونستیم ملاحظه بکنیم. خیلی نکاتی داشتن خب تو ذهن من مونده. مثلا حالا نزدیک سال تولدشون هم هستیم، خیلی مناسبت‌های از افراد و اعضای خانواده‌اش براشون مهم بود. مثلا ما میدونستیم که توی اردیبهشت ما 16 اردیبهشت خیلی روز خوب بود، از صبح که میومدن خوشحال بودن،
قشنگ و میگفتن، گفتن امروز من روز سال روز ازدواجمه و خیلی تاکید میکردن، یعنی میگفتن هر کاری دارین بگین تا ساعت 12 من باید برم. به نظر من ایشون واقعا تندیس اخلاق و ادب و فروتنی بودن و یک آموزگاری که یعنی با رفتارشون درس میدادن نه با گفتار. آرامش رو که به آدم میدادن تو اوج فشار و تو اوج خستگی با اون لبخندشون، واقعا میگم اینا رو خدا شده من واقعا ندیدم. البته خب خاطرات که خیلی زیاده و گلچین کردنش کار سختیه، ولی اون چه که در آن واحد تأثیر زیادی روی من گذاشت، یکی در واقع شخصیتی بود که ایشون به کارمند خودش میداد. اول میپرسیدن که کسی میاد دنبالت با چی میری، همیشه صبر میکردن. حالا من اگه با ماشین بودم سوار ماشین میشدم، این خیلی براشون مهم بود. و یا مثلا گفتن که تا جایی برسونی، ولی خب انقدر من مثلا یه ابهتی بر من داشتن، من فقط خواستم خدافظی کنم فرار کنم. یه اینجوری ازشون خجالت میکشن، ولی خب این رفتار ساپورتیو همیشه داشتن استاد. در گرفتاری هایی که دوستان ایجاد میشد براشون امکان نداشت که ایشون همراهی نکنه. یه چیزی که خیلی بارز بود توی شخصیت ایشون اون خردمندی و خردگرایی که ایشون داشت در مجموعه اموری که باش مواجه بود. یعنی آدم بعضی اوقات متعجب میشد از این حجم در واقع عقلگرایی. تا اینکه سیب پوست کنده شد و آقای کشاورز گذاشتن توی بشقاب به دو قسمت تقسیم فرمودند و یک قسمتش کاملا کوچکتر، یک قسمت هم کاملا بزرگتر. یک دوتا از عزیزان میگن آقا چرا ما باید اون آخر صحبت کنیم، چرا باید نفر فلان باشیم. قسمت کوچیک رو گذاشتن دو بشقاب جلو بنده و قسمت بزرگ رو جلو خودش. ایشون نشستن که همه سخنرانی ها تموم بشه، عنوان آخرین نفر تشریف بردن برای صحبت. خب من اعتراض کردم چی شد؟ فرمودن چی شد؟ کنم چرا بزرگی برای خودتون کوچیکی برای من؟ گفت وجدانم تو بودی چیکار میکردی؟ گفتم من بودم و بزرگ میذاشتم برای شما، کوچیک رو برای خودم. فرمودن خب الان هم که همینجور شده. چون کارونها برخورده بود که آقا چرا این همه آدم جلوتر از شما صحبت کردن، تو مقدمه فرمایشون فرمودن که من خودم تقاضا کردم که عنوان آخرین نفر صحبت کنم، اونم از این جهت که اگر بزرگوارانی که پیشتر صحبت کردن کم و کسر و نقصانی در صحبتشون بود، یا اگر مهمانان صحبتی کردن که نیاز به پاسخ و دفاع داشت در نهاد وکالت، من بتونم همه رو پاسخ بدم. این چیزا نشیده بود. من البته خیلی کم اینو تعریف میکنم، خیلی به ندرت. بعضی موقعا که به بنده و یا بعضی دوستان اصطلاحا میگفتن که رفیق ما، که در اون لحظه من احساس سرگیجه شدید می‌کردم. یه موقع کلاهشون رو که برمی‌داشتن یه مقدار موهاشون برمی‌گشت، بعد من می‌گفتم که جناب کشاورزی دستی بکشید، بعد یه دستی می‌کشیدن و می‌گفتن که گیسوی پریشون داشتن این درد سر رو سندیات کشاورز یک شخصیت شنبچی داشت و سوای اینکه دوست بسیار خوبی بود معلم خوبی هم بود، یعنی توی حوزه های مختلف. آقای کشاورز خیلی اخلاق حرفه‌ایش به نظر من زبان زد. من اتفاقا چند وقت پیش داشتم میگفتم آقای کشاورز خیلی شیک پوش بود، خیلی قلم خوبی داشت، خیلی باسواد بود، ولی چیزی که واسه من خیلی ارزشمند بود اخلاق حرفه‌ای بود که داشت. من هیچ وقت من نشنیدم و ندیدم از کسی بد بگه. استاد کشاورز مصداق بارز عمل به سوگند وکالت. هرگز من ندیدم ایشون جز سجایای اخلاقشون از کسی بد گویی. از دیگران شنیده بودم خیلی حرفا رو، ولی از ایشون من چیزی نشنیدم. جناب استاد هیچ موقع نمیشد متوجه شد که ایشون امروز در طول روز وقایع خوشی براشون پیش اومده
یا وقایع ناراحت کننده ای رو دیدن. الان ساعت 5 مثلا بعد از ظهر شما هیچ حسی نمیتونستین بفرمایید. مرحوم استاد کشاورزی که از ویژگی‌هاش این بود که واقعا هم خودش یه سکینه درونی داشت، هم اصلا اینو انتقال میداد. یعنی وقتی شما با ایشون میشستی احساس آرامشی به دست میداد. ما هر روزی که جلو میریم تازه متوجه میشیم که این استاد کشاورز چه انسان بزرگی بود. اونجایی که میبینیم که یک اتفاقی میفته در صحنه اجتماع که اگر استاد کشاورز در قید حیات بودن بلافاصله با قلم توانای خودشون مطلبی رو نگاشتن. نام بزرگشون اعتبار هم یه حرفه است، هم اعتبار یک خصیصه از خصایص انسانی به نام اخلاق. ایشون 3 دغدغه اصلی داشتن. دغدغه اولشون خانواده بود. دغدغه دوم همونطور که عرض کردم حق دفاع بود، حق دفاع مردم. و سوم این بود که ایشون همیشه سعی در حل مشکلات صنفی کانون وکلا داشتن. ایشون عملش همیشه طوری بود که مورد تایید من بود. هرگز من ایرادی متوجه ایشون نمیدیدم. با ایشون من در جلسات متعدد سمینارها و همایشهایی بودم، با ایشون در میزگردهایی من شرکت کردم و همیشه نقطه نظراتی رو که دادن بسیار عالی، بسیار آموزنده و بسیار بسیار خوب بوده. و به همین دلیلم هست که من به خودم اجازه میدم به نسل جوان بگم این الگو رو هرگز فراموش نکنم. آقای کشاورز کسی نیست که کوچکترین ناراضی از آقای کشاورز داشته باشه. من هر طلبی، هر چیزی داره در خدمت هستم. حاضرم زندگیم بذارم آقای کشاورز رو راضی کنم از شما. حقیقتش این است که اگر اون کاری که استاد کشاورز میخواست انجام بده قرار باشه که از طرف بنیاد صورت بگیره، نیاز به یک تیم تحقیقی بسیار قوی داره که تازه باید دید که چقدر میتونه موفق باشه. مطمئن هستم که جناب کشاورز برای ادامه راه بنیاد حقوقی بهمن کشاورز هیچ کار اضافه‌ای بر اون چه که روزانه انجام میدادند توصیه نمی‌کردند، چون کار آقای کشاورز راهش، روشش همین هایی بود که بنیاد الان داره سعی میکنه که به اون راه نزدیک بشود و اون راه را فراموش نکند. امیدواریم که به هر حال بنیاد بتونه که به شایستگی ادامه بده این مسیر و این راه رو با در خدمت دوستان عزیز مشغول باشه. من فکر میکنم اون اخلاق حرفه‌ای بهترین رسالتیه که بنیاد میتونه نهادینه کنه، به خصوص تو جوانا. ببینید من هر کسی میتونه خیلی شیک بپوشه، دنبال سوادم خب خیلی هم میتونن برن علم و یاد بگیرن، ولی اخلاق حرفه‌ای رو هر کسی نمیتونه. اون چیزی که مسلمه اگر بخوایم از نگاه استاد کشاورز برای یه همچین نهادی و یک همچین مجموعه‌ای ما جویا می شدیم و ایشون ارشادی می فرمودن، بدون تردید رویه بنیاد رو به سمت و سوی دوست داشتن بره که مردم ازش بهره ببرن. مردم به طور عام، دانشجویان حقوق به طور خاص، و به جرأت می تونم عرض کنم از بود بهره‌مندی شاید بد می اومد تو حوزه وکالت. یعنی اولویت با حقوق مردم بوده. بنابراین ما مسیری رو باید بریم که به حقوق مردم مرتبطه. ما در بنیاد حقوقی بهمن کشاورز یک اصل رو خودمون رو مقید دونستیم که همیشه رعایت کنیم، و اون در واقع موضوع فراجناهی بودن بنیاد حقوقی بهمن کشاورز هست. دغدغه‌ای که مرحوم کشاورز داشت ارتقاء ساختار حقوقی و جامعه وکالتی، و از یه طرف دیگر اتحاد بین کانون‌ها در زمینه فعالیت اتحادیه، و مسئله بعدی
اعلام نظر و اقدام به مناسب و به موقع در ارتباط با مسائل اجتماعی، خصوصا مواردی مثل حقوق اطفال، مثل حقوق کودکان، مثل حقوق زندانیان و غیره بود. و من هم امیدوار هستم که بنیاد مرحوم کشاورز با توجه به اینکه ایشون قصد و در واقع اراده نهاییش کمک به ساختار حقوقی کشور بود، همین انرژی مثبت استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم وقتی که خود ایشون نیست تفکر ایشون رو ادامه بدیم و انشاءالله به مراحل منتج به نتیجه هم برسیم. اون چه که باعث تشکیل بنیاد حقوقی بهمنی کشاورز بود صرفاً حقوقدان بودن آقای کشاورز نبود، وکیل دادگستری بودن آقای کشاورز نبود. آقای کشاورز یک فرد برجسته در یک دوره تاریخی فعلاً بدون تکرارن که حداقل ما میتونیم با بنیاد حقوقی بهمنی کشاورز اون چی که از ایشون به یادگار مونده حفظ کنیم. این بنیاد بسیار شریفه هم درست شده و اهداف بسیار پاک و شریفی که داره و هم که در اساسنامه اومده بسیار کار جالبی است و بنده به شخصه افتخار میکنم که یه گوشه در این بنیاد به عنوان خدمتگزار در یه گوشه هستم. استاد خیلی علاقه داشتم به معاذرت قضایی و کمک به مردم، با وکیلایی که به مردم کمک میکنم میشنیدم میدیدم، خیلی علاقه داشتن. هر کی میرفت تو معاذرت کمک میکرد، مثلا به مردم مشاوره رایگان میداد، خیلی علاقه داشتن استاد، خیلی استاد پیگیری میکردن. به نظرم به مردم کمک کنه بنیاد، مشاوره رایگان بده. اگه استاد واقعا الان مثلا تشکیل داشتن خیلی خوشحال بودن از این بنیادی که مثلا بچه هاشون تشکیل دادن. من چهره ایشون رو در همین اتاق میبینم که داره تبسم میکنه. من به طور قطع میگم پشت حرفه وکالت خالی شد.